حامل تحاسبی مشهد مقدس واقعا میشه هفته ها روش صحبت کرد. 1372 مهندسی مکانیک خوندم. اجازه ندادم چشمشو تخلیه بکنم و اینها اصرار کردن که الان باید بشه، رضایت شما شرط نیست. در حال حاضر مزون لباس زنان ندارم، مجرد هستم. 11/6/1392 بود که مصادف بود با شهادت امام صادق علیه السلام. ظهر شهادت بود، من توی خونه مشغول نهار که بودیم با داداشم یک کوچولو بحثم شد و تصمیم گرفتم برای اینکه توی اون محیط ناراحت کننده نباشم و نمونم، برم توی حیاط و ماشین پدرم رو بشورم. رفتم بیرون، از اونجایی که رشته ورزشی من دوچرخه سواری حرفه‌ای بود، چشمم به دوچرخه خودم افتاد. گفتم بذار دوچرخه خودم به صفایی بدم. شب قبل این ماجرا هم من چون داشتم آماده می شدم برای انتخابی تیم ملی دوچرخه سواری، شب قبل این ماجرا رفته بودم یه سری تجهیزات جدید برای خودم گرفته بودم که اونا رو مرگ بزنم تست کنم. شما در سطح استان دوچرخه سواری رو داشتید مدالشو؟ نتونسته بودم هنوز قهرمانیشو بگیرم، اما خب به شدت داشتم حرفه‌ای تمرین میکردم و مطمئن بودم برای انتخاب تیم ملی میتونستم خیلی موفق بشم. یهو اصلا نمیدونم چی شد، من قصد تمرین نداشتم، یهو تصمیم گرفتم که از خونه بزنم بیرون و برم تمرین کنم با تجهیزات جدیدی که برای خودم آوردم، محک بزنم، تست کنم، رکاب بزنم. رفتم بالا و کلامو برداشتم و لباسامو پوشیدم و اون تجهیزات کامل، کلاه ایمنی، دستکش، ساعد، زانو، همه اینا رو اوکی کردم و اومدم تو حیات که برم، مامانم اومد روی ایوون حیات و گفتش که حامد امروز نمیخواد بری، خواهم بری خونه مادر بزرگت. من گفتم میرم زود برمیگردم دیگه، حالا که حاضر شدم دیگه، لباسا رو پوشیدم و اون غیبت رو استفاده کردم پوشیدم، میرم زود برمیگردم. تو همون همین پدرم هم اومد روی ایوون و گفتش که حامد نمیخواد بری. گفتم بابا برم، باز زود برمیگردم. چرا اصرار میکردن که نری؟ نمیدونم، شاید مثلا میگفتم با این هیبت توی اون روز بیرون نرم، چون ظهر شهادت بود، شاید از این بابت. هیبت یعنی آن لباس؟ اون هیبت مثلا لباسای دوچرخه سواری جوری بود که شب رنگ داشت، زرق و برق داشت، مثلا شاید مناسب نمیدونم. رنگ و رنگ و شاد و اینهاست. آره، البته من اینجوری فکر میکنم، شایدم نمیدونم به دلشون افتاده بود. پدرم گفتش بس این مبلغ با هم بگیر که بندازی صدقه. طبق همون عادتی که از بچگی داشتم آیت الکرسی رو خوندم، دعای سفر رو خوندم، شروع کردم به رکاب زدن و از خونه رفتم بیرون. 50 متری که رکاب زدم، توی دل خودم هم یه شوری افتاد که حامد امروز نرو بیرون. باز از درون یک صحبت دیگه هنگار خودم با خودم کردم که بابا میرم تمرین میکنم برمیگردم دیگه، حالا که حاضر شدم. رفتم جلوتر، صندوق صدقات بود، اون مبلغی که پدرم داده بود صدقه انداختم. حدود 800 متری رو رکاب زدم، صدای نوحه ایستگاه صلواتی رو شنیدم که مربوط به همون ظهر شهادت امام صادق علیه السلام بود. ترافیک بود و داشت چای شیرین میداد. منم توی همون خواه ناخواه توی همون پشت ترافیک که بودم، ایستگاه صلواتی رو میدیدم و نگاه های خاص مردم نسبت به خودم. مردم خوب نگاه نمی کردن، حالا یا به خاطر هیبتم بود، یا به خاطر زرق و برق لباسام بود، یا به خاطر فکر می کردم مثلا تفریح دارم می کنم، نمی دونم. مردم نگاه خوبی نداشتن. ترافیک تموم شد و ایستگاه صلواتی که ازش گذشتم، شروع کردم به مسیرم ادامه دادم و باز دوباره تو دلم خب حامد مردم چی دیدی، چجوری نگاهت میکردن، نمیخواد بری برگرد خونه. باز حریف خودم نشدم و گفتم با من کاری نمیخوام بکنم، نه تفریحی، نه بی احترامی، هیچی رو تعمیر آن خواهم بکنم، برمیگرد. شروع کردم به رفتن. از خونه ما تا محل تمرین ما حدود 22 کیلومتر بود، سرایی توقعه مشهد. حین مسیر که رفتم به سراحی ترقبه که رسیدم، یک سگ ولگردی که همیشه توی اون مسیر وقتی که من اون سگ رو می دیدم یک غذایی بهش می دادم.
یه جورایی باش رفیق شده بودم، اونم با من رفیق شده. اون سگه اومد دنبالم، من هم انگار تو شاخه رو نگه داشتم و تو کیفم چیزی که به دردش بخوره پیدا نکردم جز قند. قند رو به سگ دادم و شروع کردم به ادامه رکاب زدم. به چند متری که رفتم دیدم سگ باز دوباره دنبالم داره میاد، دیگه بهش توجهی نکردم و هی سرعت رکابم رو بیشتر کردم و بیشتر و تندتر رکاب زدم. اونقدر این کار رو تکرار کردم و سگم دنبالم میومد، سرعتم رو زیاد کردم تا از خیر من بگذر و دیگه دنبالم نیاد. حدود 3-4 کیلومتری که رفتم 3 موتور سوار بودن، 2 پشته، یکیشون که از جلو ویراج میداد، 2 پشت سرم بودن و اینها میخندیدن و قصدشون اذیت کردم. یک پس گردنی خیلی محکم و آبدار به پشت سر من زدن. من تا حالا خیلی پس گردنی خورده بودم ولی هیچ پایش رو زمین نخورده بودم. اون روز به شدت خوردم زمین، خیلی ناجور. و بعد این 3 موتور سوار اون جلو ویراج دادن، اون جلوی من یک کمی خندیدن و مسخره بازی در آوردن و خیلی از نظر روحی خیلی شکسته شده بودم، خیلی ناراحت بودم که اینقدر حقیرانه یه سری جلوم وایستن و مثلا عزتم کردن و فوش دادن و ناسزا گفتن و خندیدن. یعنی هرچی انرژی داشتم کلن اصلا کنفرکون شد و کلن به قول مشهدی ها وا رفتم. دیگه تصمیم گرفتم ادامه مسیر رو نرم. یک مقداری که رکاب زدم رفتم جلوتر از امامزاده یاسر ناصر، از اونجا تصمیم گرفتم که برگردم برم مشهد و خونه، تا اینکه دقیقا همون محدوده دوراهی کوثر و وکیل آباد یک تاکسی پیکان از بغل به من ضربه زد. اینجوری دوچرخم که از صحنه تصادف کلن منحرف شد، جای دیگه رفت و خودم طبق چیزی که بعدها، حالا کاری به تجربیاتم ندارم، طبق چیزی که بعدها توی کمیکی پلیس خوندم حدود 50 متر منو زیر ماشینش میکشه و همینطور به جای اینکه ترمز بگیره هول میشه بنده خدا گاز میگیره و انقدر میره منم زیر ماشینش، یعنی انگار این قسمت جلوی من روی آسفالت، کوله و پشت من به سپر ماشینش رو اینا گیر می‌کنه. شما زیر سپر جلو صورتتون روی آسفالته و جلوی تمام بدنم و صورتم روی آسفالت، پشتم هم که زیر ماشین و کوله پشتی من به سپرش ظاهرا گیر کرده بود. و صورت 50 متر روی آسفالت کشیده میشه، سایده میشه. صورت بیشتر ضربه میخوره به قول کروکی پلیس، ولی تمام بدنم انگار سایده میشه و لباسام آتیش میگیره. لباسا آتیش میگیره. آره. کوله پشتیم آتیش میگیره و اینا هم که تماما سایده میشه با اینکه لباسه دوچرخه سواری لباسه خیلی مقاوم. بعد همینطور این 50 متر که منو میکشونه به یک بلوکه ای برخورد میکنه ماشین و سر و صورت من بین بلوکه و سپر ماشین پرس میشه. خودم هم که کامل زیر ماشین. میتونم بهتون بگم که بویایی کلن هیچ، دوتا چشم کلن بیرون زده، جمجمه ها چپ راست پایین بالا تمام خورد شده، استخونای پیشانی تمام خورد شده. یعنی یک چیزی که حتی در اون لحظه هر فردی که اون صحنه رو میدید و دیده بود یا بی اندازه متأثر و خیلی از خود بی خود شده بود یا از حال رفته بود. دردهای جسمانی زیادی رو تحمل می‌کرد و جالب اینه که تمام لحظات رو من به هوش بودم قبل از اینکه دقایقی که از دنیا رفتم و از کالبد جسمانیم خارج شدم. دقیقا میفهمیدم بالای سرم یه عده دارن جیغ میزنن، یه عده دنبال کپسول آتش نشانی میگشتن تا من انگار از زیر ماشین آزاد بشم. تو همون هین دقیقا یادم وقتی که ماشین رو به عقب هل دادم و جسم من آزاد شد، چندین نفر قش کردن، چندین نفر جیغای بی امان، یک حس و حال خیلی بدی رخ داد که من همونجا فکر میکردم که دیگه شاید واقعا عمری به دنیا نرسیده باشم. شما چطور متوجه این
کامل میشنیدم. فقط فعلا با شنیدن. آره. همه چی کامل میشنیدم. دیدار نداری، تاریکیه، فقط شنیدن. آره. فقط گوشا کار میکنه. بعد همون حین همسر آقای راننده هم یادمه که قش میکنه و میبرنش بیمارستان اون بنده خدا هم بعدها. اینم با شنیدار متوجه شدیم؟ با شنیدار و بعدم که خودم دیدم. من دیدم، منظورم این که وقتی از جسمم خارج شده بودم. بله. متوجه شدم بعدا دارم بالای سرم پول میندازن، سکه میندازن و یه جور بعضیا مثلا میگن خدا رحمتش کنه، یکی میگه اشهد براش بخورد، یکی میگه اوژانس زنگ زده، یکی میگه نمیمونه، آبش به دنیا نیستش. هر کسی خلاصه یک چیزی میگفتش که من همش حالم بدتر میشد، همش ترسم بیشتر میشد، همش استرس و نگرانی هام بیشتر میشد. خواهش میکنم اگر بنا هست صدقه ای یا به تصور خودتون کفاره ای رو در چنین شرایطی هزینه کنید، لطفا روی پیکر فرد این پول رو پرتاب نکنید، چه بسا او هنوز در تلاش برای بقای در بدن هست. تو همون هند بود که تصمیم گرفتم اشهدمو بخونم که همه چی به یک بار تغییر کرد. اصلا دردهای جسمانی من دیگه به کنار، از این لحظه تا یکی دو دقیقه که میخوام بگم فقط مربوط به جون دادن من بود که به شدت سخت، به شدت سخت و به شدت عذاب‌آور و دردناک بود که حکمتش رو هم نمیدونم. توی همون هنگ که تصمیم گرفتم اشهد رو بخونم، یک جاذبه‌ای نیمه بالای انگار از این قسمت به بالای بدن من رو به سمت بالا میکشید و یک جاذبه‌ای از این قسمت به پایین بدن من رو به سمت پایین. یه حالت اینجوری فرض کنید بخواهید، حالت الکلنگی شد. آره، بکشن و به شدت همراه با درد، به شدت همراه با درد که اصلا قابل توصیف نیست. و باز همین رو تجسم کنید که از نوک پای، انگار از نوک شست پای من میخ فولادی فرو بکنن پشت سر هم و هی ادامه پیدا کنه، ادامه پیدا کنه، صدها میخ فرو بکنن توی بدن من و بیاد تا انگار پیشانی و سر من. خیلی لحظات پر درد و پر مشقت و پر عذابی برام بود. همه اینایی که گفتم باز به علاوه این که در بدنی که سر تا پا زخمی بود، اصلا دیگه من درد جسمی اصلا دیگه متوجهش نبودم. فقط از این بابت میگم این درد رو مربوط به جون دادن بود که بعدش رو قشنگ میدونم چی به چیه. بله. و باز با همین دردهایی که خدمتتون عرض کردم بخوام تشبیهانه بگم، اینجوری بود که شبیه به تمام جسم من شبیه به یک شلاقی باشه که یک سرش به آسمان وصل باشه و یک سرش به پایین و از آسمان اینطوری با جسم من شلاق خورده بشه به زمین. بخوام تشبیهانش بگم اینجوری، هر باری که به حالت شلاق از آسمان به زمین میخورد جسم من، تمام اعمال، کارها، رفتارها و مهربونیها و حتی کارهای خوبه این 20 سال زندگی من از جلوی چشمم رد میشد. کارهای خوب من، نمیدونم هیچ وقت حکمت این جون دادن سخت من چی بود. به شدت ضربه میخورد به زمین و به شدت دردهای عجیب و غریب، دردهای غیر قابل توصیف رو حس میکردم و همه اینا همزمان و هزاران وقایع همزمان رو یک لحظه فرض کنید. و کارهای بد این عمر 20 سالم، نامهربونی ها، دل شکوندن ها، اوصاف بد، شیطنت ها، غرور، هر صفت بدی که توی این عمر 20 سالم داشتم، وقتی از جلوی چشمم رد شد که این هیبت من وقتی که به زمین میخورد در قالب شلاق گونه، دیگه جسمم هم تکه تکه می شد، پر از درد، پر از عذاب، پر از سختی، لحظات خیلی سخت. و هر باری که این جسم مثال شلاق به زمین می خورد، هر تکه از بدن من یه جایی می افتاد که
اینجوری بخوام بگم انگار بهش تعلق داشتم. شما دیگه الان حرکت یک جسم رو میدیدین، جسم خودتون رو، یا ما داریم چیزایی که وارد به روح میشه رو میشنویم؟ هنوز من روح از بدنم خارج نشده. خب ولی جسم در منظر مردم که روی زمین بود. آره. اون چیزی که میره بالا و میاد میخوره زمین اگر جسم باشه، همین جسم خودم و همین انگار هیبت خودم قبل تصادف. یک جسم هیبت قبل از تصادف خودتون. آره. یعنی حامد بدن سالم حامد. آره. من هنوز انگار دارم فقط جون دادنمو میگم. بله. شما میدیدین که حامد تصادف نکرده بالا میره و زمین. آره. در مثل یک شلاق از آسمان به زمین بس میشد و اینجوری به زمین میخورد. کارهای خوبش که از جلوی چشمش رد میشد همراه با عذاب و درد بود. کارهای بدش هم که الان خدمتتون گفتم انگار هر تکی از بدنم یک جایی میافتاد، یک جایی پرد میشد که بهش تعلق داشتم. مثلا همین تعلق کار کردی، یعنی میافتاد یه جایی که یک قسمت از بدن اونجا کاری انجام داده بود. آره، دوستش داشتم، جزء زیبایی های دنیاییم بود، جزء اهداف دنیاییم بود، جزء تمایلات دنیاییم بود. مثل چی؟ مثل همین صورت. من خیلی به صورتم میرسیدم. من یک شخصیتی داشتم که وقتی یه جوش خیلی کوچیک روی پیشانیم بینیم میزد، کلن یه هفته از خونه بیرون نمیرفتم. من تصاویر پیش از تصادف رو دیدم، چهره زیبایی داشتی. خیلی تمایلات داشتم به زیبایی صورتم، به شیک بودنم، به اندامم، به همه این چیزا. قدتون چقدره؟ 185. من بلند قدم هستید و سلامت باشید، ورزشکار و زیبا و بله. بزرگ باید شما. بعد وقتی کارهای عذاب آور مرور میشد توی خاطرم و هر تکی از بدنم وقتی که به سال شلاق به زمین میخورد و یه جا پخش میشد، مثلا همین پای، اول صورتم رو بگم که الان حرفش بود، صورتم رو دقیقا توی آرایشگاهی میدیدم که همیشه اونجا میرفتم موامو اصلاح میکردم، مرتب میکردم، تاف میزنم موامو، از اینجور کار. و جالب اینه که صورت و سرم رو، حالا امیدوارم که گفتنش بد نباشه، اما صورت و سرم رو دقیقا روبروی خودم جلوی خودم میدیدم که توی آینه که جسم انگار سر از جسم جداست. همچنین پاهامو جلوی آینه قرار گرفته بود رو به خودتون. دقیقا. و بدن بی سر اونجا داره به سر نگاه میکنه. دقیقا. و به من گفتید که با اینکه تن من سر نداشت، اما همین تن بی سر داشت اون صورت بی تن رو نگاه میکرد. اینا دقیقا این لحظات شاید به یک میلیاردم ثانیه هم نباشه، اما دقیقا تمام اینها رو همه اتفاق میفته. مثلا یه دونه پام توی ایستگاه اتوبوسی بود که میرفتم دانشگاه، یه پام روی رکاب دوچرخه‌ام بود میدیدم، دستام رو یادم نیستش اما توی یک حالتی شبیه به بیرون بودن از آب، ولی نمیدونم دقیق دستام رو دقیق نمیدونم چی بود. و فقط سینه من بود که در قسمت صانعه تصادف مونده بود. و میخواستن پیامی به شما بدن با این نمایش ها؟ چیزی که من حس کردم، چیزی که من برداشت کردم اینجوری بود که حامد، همه اینها رو خودمون به زیباترین نحو بهت دادیم، الان میخوایم ازت بگیریم. خدا تمامه عظمت، بزرگی، زیبایی هاشو داره به رخم میکشه و تو هیچی نیست. این درک من از اون لحظات بود. همه این اتفاقا که افتاد، این اتفاقا که تموم شد، مربوط به جون دادن من بود که توی همون حین یک چیزایی درونم به وجود اومد که انگار خداوند بیاد به مأمور قبض روحش بگه که این حامد منه، سپردیمش به تو، هواشو داشته باش، باهاش مهربون باش. در حالی که تو دلت اینجوری بود که انقدر منو اذیت کردی، انقدر عذابم دادی، انقدر سختی بهم دادی، انقدر تحقیرم کردی. این درک من ها، وگرنه که خداوند حالا داری میگی به بندم که مهربون باش با من. تو همون حین که این پیامو دریافت کردم که انگار یک نفر که بالا دستیه منو داره به پایین دستی میسپره و میگه باهاش مهربون باش، همون هنگ یک نفس عمیق زدم و دیگه
از این لحظه بعد هر چی که میخوام بگم مربوط به دنیای پس از مرگ هست که روح هم از کالبد جسمانیم جدا میشه. اما حالا از اینجا به بعد هر چی که میخوام بگم خیلی خوشگله، خیلی خوشگله، سختی هم داره، حالا اونو هم میگم، اما خوشگلیاش میچربه به سختی ها و زشتیاش و تجربه‌ام بسیار عمیقه، خیلی عمیقه. فقط سه تا از اونایی که خیلی باهاش بیشتر حال کردم، خیلی بیشتر دوستش داشتم و براتون میگم. وقتی که روح از جسم من خارج شد، دقیقا از قسمت سینه من خارج شد روح، به یک فاصله تقریبا شاید حدود 3 تا 4 متر دقیقا پیکر خودم رو می دیدم و طوری که ایستاده بودم مثل یک حامد ایستاده بود. پیکر خودم رو می دیدم. و این حامد بالایی بدن داشت یا یک نگاه بود؟ نگاه بود، بدن نبود. وقتی که انگار روح از قسمت سینه داشت خارج می شد، اگه بخوام تشبیه بکنم، مثل یک استشمام بوی خوب، مثل یک مه صبحگاهی، یک همچین چیزی اومد تو تصورات. بعد که اومد بالا، تقریبا 3 تا 4 متر اومد بالا، اینجوری ایستاده ولی فقط نگاه، دور تا دور و قشنگ مسلط بودم، میفهمیدم چی میشه، جسم خودم رو میدیدم، حتی صورت غرق در خون، کوله آتیش گرفته، وسایل کوله پشتی که داره دزدیده میشه توسط دزده. اونجا یه دزد رو شما میدیدین که داره کولتون رو میدزده؟ آره، دزد مهربون داشت وسایل کوله منو برمیداشت. چرا مهربون؟ چون اگه همون وسایل ببون دیگه دوستشون زیاد نداشتم، به حداقل هیچ وقت نمیذاشتم دیگه اون وسایل رو مادرم ببینه. تجهیزاتی که توی کوله من بود، یک دونه تبلت بود، یک دونه گوشی بود، یک دونه فلش بود و هر چی که من داشتم از خودم توی همون کوله بود، یعنی چیزایی که دوست داشتم توی کوله بود. اینا رو داشت میتازید. راننده تاکسی رو میدیدم، خانومش رو میدیدم که اونجا بهتون یادتون رو گفتم که قشنگه و اینجا خودم قشنگ دیدمش. دور تا دورم آدم ها هر کار میکردن میدیدم، میفهمیدم. پدر و مادر خودم که مسجد از زهره طلاب بودن، پدر و مادر خودم رو دیدم. شما در حالی که 4 متر بالاتر از جسد قرار داشتین در بلوار وکیل آباد، پدر و مادر رو در طلاب دیدین. محله طلاب و بلوار وکیل آباد کیلومترها از هم دور هستن، میشه گفت که اصلا در 2 سمت شهر قرار دارم. حدود 30 کیلومتر فاصله دارم. بله، بیش از 30 کیلومتر فاصله دارم. بله، یک بخش کوچیکی از زندگی آقای راننده که تاکسی داشت اونو دیدم و حتی قبل اینکه به من برخورد کنه در حال دعوا و مشاجره با خانومش بود و تو ماشین یکی دو نفر دیگه آقا بودن. این بزرگواران رو دیدم، آدمایی که اونجا بودن دیدم، در خاطرم اومد ولی خب الان یادم نیست، ولی دقیقا اشراف داشتم به همه آدما، میفهمیدم که هدفشون چیه، کارشون چیه، همه چیشون رو میفهمیدم. یک آقایی بالای جسم من بود، یک خانومی هم بالای جسم من بود، زندگی این دو عزیز رو من دیدم. یه خانوم بود و یه آقا بود، داشتن انگار به قلب من ضربه وارد میکرد یا به اصطلاح همون شوک میدادن. پر از ترس بودم، پر از نگرانی، پر از استرس و حسرت بودم. حتی یادم اون خانومی که داشتش بالای سر من فکر میکنم شوک قلبی میداد، انشالله هر جا که هستن سلامت و تندرست باشن، یادم که بخشی از زندگیش این بود که دوتا دختر داشت و اون دوتا دخترش رو توی گاز گرفتگی از دست داده بود. بله، و همزمان هزاران، و من اینو خیلی میگم چون واقعا میدونم درکش برای هر کسی سخته، اما اینو خیلی تاکید میکنم، همزمان هزاران واقعه به صورت لحظه‌ای و همزمان اتفاق میافتاد. از این قسمت که بخوام ببرم مثلا
یه قسمت دیگر رو به مردم بگم، من به صورت انگار همین حالت اینجوری مانند یک حالت همون تونل مانند رو میدیدم، به قدری زیبا، به قدری زیبا، آبی اما آبی نبود، فکر میکردی جنسش آب اما از آب نبود، فقط میتونی بگی به شدت زیبا، خیلی زیبا، خیلی خیلی زیبا. اینها رو هم همزمان میدیدم و باز نگاهم افتاد به جسم خودم. تو اون لحظات خیلی سعی میکردم که نذارم دزده از من چیزی بدزده، یا خیلی میرفتم سعی میکردم که به خودم شوک بدم، خیلی از اینجور تلاشا میکردم اما موفق نبودم. از اون دزدم چیزی دیدین؟ چهرش تا حدودی یادم هست، مونده تو خاطرم. گذشته زندگیش؟ اونجا خیلی از گذشته ها و زندگی ها رو میدیدی و اصلا خیلی زیاد، مثل این میمونه که یک اقیانوس خیلی عظیم و در اختیارت بذارن اونجا، بعد که برمیگردی همون یک قطعش رو فقط به تو حافظت نگه داشته باشن. اینجوری بود. ولی خب آره، چهرش تو خاطرم هست. یعنی اگه پلیس مشهد، آقای مشهد کمک کنه، میتونید حتی چهره نگاریش کنید؟ میتونم، اما خب این کارو نمی کنم. ضمن اینکه دوچرخه من رو هم سر تصادف، دوچرخه‌ای که خیلی سالها براش زحمت کشیده بودم از نظر مالی که بتونم تهیه کنم، دوچرخه‌ام رو هم دزدیدن. همزمان هزاران واقعه اتفاق میافتاد. اون قسمتی که من میخواستم به سمت انتهای تونل برم، الان تونل نمیگم، میدونید تو تصوراتم اینجوریه که یه حالتی مثل کهکشان راه شیری رو شما در نظر بگیرید، نه. که یکی یکی منظومه های شمسی، یکی یکی ستاره ها بشه هر کدومش یک ایستگاه از زندگی من در قبل از اینکه تصادف بکنم. اینجوری بود، ایستگاه های مختلفی از نور رو، از روشنایی و از زیبایی یا زشتی رو میدیدی. اینجوری بود تو تصورات. من خیلی به جسمم نگاه میکردم، خیلی سعی میکردم به جسمم وارد بشم، خیلی سعی میکردم برم داخل جسمم بخوابم، موفق نبودم. توی همین حینها بود که فضای تصادف رو از خاطرم انگار بردم. دیدم از دور یک هیبت نورانی به شدت جذاب، به شدت باوقار، به شدت خوشتیب، به شدت فوق‌العاده زیبا داره به سمت جسم من نزدیک میشه و خودم هم میدیدمش. نزدیکتر شد. ابتدا ازش میترسیدم، خیلی میترسیدم. بذارید خودمونی عامیانش بگم، فرض کنید میگفت باهات کاری ندارم، باز من میترسیدم. میگفت من مهربونم، میترسیدم. میخواست بنگار نوازش بکنه منو، باز میترسیدم. وقتی دید من خیلی دارم ازش میترسم و فلان و از اینجور حرفا، رفت روی جسم من، تمام اون خونایی که روی سر من بود، تمام اون چهرهی که از میدیدم، چهره واقعی خودم که این صورت له شده بود، متلاشی شده بود، نه چشم بود، نه فک، نه بینی، نه دندون، هیچی نبود، یه مقوای خونی بود با موی، با دوتا گوش لوله شده. یکی یکی اینا رو لوازش کرد، خونه رو داد کنار، همه چی رو زیبای زیبا برام کرد، زیبای زیبا، در حدی که من فکر کردم خوب شدم. هی باز دوباره رفتم سعی کردم روی بدنم بخوابم، دیدم نمیشه، پهلو شدم، نشد، هر کار میکردم نمیشد. خیلی تعلق داشتم به جسمم، تمام کبودی های سینم رو رفع کرد، تمام درد و زخم های پاهام رو رفع کرد، یعنی به طور کلی از اون حامد قبل من رو بهتر کرد، که به خودم افتخار کردم، غرور باز دوباره برم داشت و حس کردم که من از این الان برترم. به همون هیبت نورانی که من کلا خودمونی میخوام صحبت کنم، میگفتم چه کار کردی؟ چجوری خوبم کردی؟ تو کی هستی؟ فرض کنید بهش میگفتم تو کی هستی؟ بهش میگفت من همه هم. اسمت چیه؟ تموم اسمم. اینجا کجاست؟ اینجا همه جاست.
من چی میدونم، همه چی میدونی، چرا هیچی نمیدونم؟ چون خیلی چیزا میدونی. دادم بهش میگفتم که تو خدایی؟ گفت نه، من خدا نیستم. اونجا برام خدا رو توصیف کرد که خدا مهربان ترین مهربانانه و هرگز قرار نیست تو آتش جهنم بسوزی. یعنی من جهنمی نیستم، تموم کارات جهنمه. من تو بهش میرم، تموم کار ببخشید تموم کارهای بدت جهنمه. من تو بهش میرم، تموم کارهای خوبت بهشته. منو کجا میبرید؟ همه جا. و از این لحظه به بعد من انگار توی مسیر نورانی اون تونل مانند یا کهکشان راه شیری به اتفاق هیبت نورانی بودم، پر از زیبایی ها، پر از شور و شعف و شوق و پر از حس و حال خوب. همزمان تمام اتفاقات خوب زندگی، اتفاقات بد زندگیت و خیلی چیزایی که جون دادن برات اتفاق افتاده بود اینجا هم اتفاق افتاد. اینها رو نمیخوام بگم، سه تا از خوشگلاش. هیبت نورانی منو به یه ایستگاهی از زندگیم برد. من حدود فکر میکنم 10 سالم بود، توی یک حسینیه بودم، حسینیه امام حسن مشتبه بود اسمش. یک مرد مسنی از حسینیه داشت میرفت بیرون و دنبال کفشش میگشت. من یک کار خیلی کوچیک کردم و کفش اون مرد مسن رو پیدا کردم و جلوی پاش جوب کردم. اون مرد مسن به هم گفت درد نبینه پاهات جوون. تموم شد و رفت. اینو به من کفششو گم کرده بود. آره. این کار منو توی دنیا بهم نشون دادن و برام بازش کردن، برام به تصویر کشیدن و منو بردن به هر عاملی که دخیل در تولید اون کفش بود. یادم منو بردن به زندگی اون آقای کفش فروشی که کفش این مرد محسن از اونجا خریداری شده بود که توسط پسر مرد محسن هم خریداری شده بود. زندگی این بزرگوار رو که به من نشون دادن اینجوری بود که یک پارچه یا یک سفره پهن کرده بودن و اعضای خونه دور هم جمع شده بودن و مشغول تولید کفش و اینا بود. و وقتی که هر کفشی که تموم میشد، تولید میشد و کنار گذاشته میشد، اعضای اون خونه همشون خوشحال میشدن. و جالبترش این که انگار تمام فرشتگان خداوند بیان پایین از خوشحالی اینا بیشتر خوشحال بشن، یک فضای خیلی زیبایی رو به وجود بیارن و فرشتگان خداوند دست تک تک اینها رو ببوسن. معنای اون اتفاق این بود. آره. حتی گلی که توی خونه اونها بود از شادی اینها شاد میشد. حتی تک تک سلول‌های اون برگ رو من می‌دیدم که در حال خندیدنن، در حال انرژی داشتنن، در حال پخش انرژی‌ان از شادی، از خوشی، از حس و حال خوب. من فقط می‌دیدم و چیزی به من داده نمی‌شد، اما من لذت می‌بردم. اینا که تمام شد، دوباره یک تصویری برای من باز کردن که دارم اون مرد مسن رو می‌بینم که دنبال کفششه. همون جایی که گم کرده شد. آره. کرده. آره. توی مسجد تو افکار اون مرد مسلم بود که اگه کفشم پیدا نشه مثلا چی، اگه پیاده قرار باشه با پای لخ برم خونه چی. حال و روزش بی انرژی بود، حال و روزش سخت بود، غم داشت و باز من اون غمها رو می دیدم اما به من داده نمی شد، اما منم ناراحت می شد. وقتی کفش رو پیدا کردم، جلوی پاش جفت کردم و اون مرد محسن گفت درد نبینه پاهات جوون، به من نشون دادن که از اون تاریخ به بعد چه اتفاقایی برای من افتاد. من 3 بار با موتور تصادف کردم، موتور به هم زد. 3 بار از بالای درخت افتادم و 1 بارم تصادف خودم که به هم گفتم و از پات قطع بشه، ولی قطع نشد پام و پام هرگز آسیب ندید. و به هم نشون دادن که تمام این چیزایی که الان داری میبینی و برات به تصویر کشیدیم
از همون دعای خیلی کوچیکه اون مرد مسنه که فقط گفته هر لبیده پاچه. وقتی کفششو جلو پاش جوف کردم حس و حال اون مرد خوب شد و تمام اون افکار منفی و غمگینی که توی وجودش بود برداشته شد و تا خونه که میرفت به من نشون میدادن که برام داره دعا میکنه و اون دعاها توی زندگی من تاثیر گذاشت. یه جا دیگه هم از ایستگاهی که هیبت نورانی منو برد، من با همون هیبت دوچرخه سواری خودم توی قبل از تصادفم تو بلوار سجاد مشهد بودم، یک پشت چراغ قرمز یک ماشین شاسی بلندی پارک بود و بچه اینها که توی ماشین بود از سانروف سرش آورده بود بیرون و من شروع کردم به ادا اصول براش در آوردن و خندوندم این بچه رو. بچه هم قشنگ خندید، جادم دست گذاشت رو شونه مامان باباش رو با انگشت منو نشون داد و من هم همینجوری داشتم شکلک در میآوردم. همشون خندیدن و تمام شد و رفتم. یه چیزی بود که تو دنیا اتفاق افتاد و داخل خودم شاهدش بودم، فراموشم شده بود. آره و اون دنیا بهم اینا رو دوباره نشون دادن و برام باز دوباره بازش کرد. شما اون اصلا یادتون رفته بود؟ اصلا هیچ وقت فکر نمی کردم که به همچین کاری که من اسمشو شکلک و دلغک بازی در میاد گذاشتم انقدر زیبایی داشت برام، فراموشم شده بود. ماشین رفت و منم به مسیرم ادامه دادم و تموم شد. اون دنیا برام بازش کردن که این زن و شوهری که بچه‌شون رو تو خندوندی در فلان تاریخ فلان ساعت فلان روز در حال متارکه و جدایی بودن، برام مثل یک فیلم نشون دادن که اون آقای کمی جلوتر رفتش گل فروشی پیدا کرد و گل خرید و به خانومش داد. اون آقا از خانومش عذرخواهی کرد، گفتش که خوشبختت میکنم، قول میدم که خیلی بهتر باشم برات و خلاصه که خیلی حال همدیگر رو خوب کردن و من تمام اون زیبایی ها رو دقیقا اونجا برام باز میکرد که حامد با یک لبخند کوچولوی تو بی نهایت برای خودت بهش ساختی، بی نهایت زیبایی بهت دادیم، بی نهایت حس و حال خوب بهت دادیم، بی نهایت هر چیز زیبایی که فکرشو بکنی بهت دادیم. اون خنده بچه باعث شد که پدر مادر دوباره شاد شدن و با هم دوست شدن، به هم انگار دوباره عشق ورزیدن، زندگیشون رو که میخواستن از هم متارکه کنن جدا بشن ادامه دادن. همه اینها رو به من نشون دادن که اون خنده تو، اون شکلک تو، اون ادابازی که تو در اون روز در آوردی و این بچه خندید انقدر تأثیرگذار بود، که حتی هر موقع بچه تو صورت پدر و مادرش نگاه میکرد کلی از انرژی ها و زیبایی ها و کلی از لذت بردنی هایی که وصف نمیشه رو دو دستی به من میدادن. هر موقع پدر و مادر با هم دیگه خوشوبش میکردن پر از فضای عشق و صمیمیت و مهربانی بود، انرژیش رو به من میدادن، حس و حال خوبش رو به من میدادن و نشون دادن بزرگ شدن بچه رو حتی منو به آینده بردن. در یک مقطعی که بزرگ شدن بچه رو به من نشون دادن که هر کار خوبی که اون بچه انجام میداد باز هم به منم کار خوب میدادن. انقدر زیبا بود که تمام این رفتارهای پدر و مادر حتی تو زندگیهای اطرافیانشون مثل یک زنجیره تأثیرگذار بود و خوبیاشو باز به من میدادن.
میدونید خیلی سخته بخوام بگم یه خنده کوچولو، یک دلقک بازی کوچولو، یک ادا اصول انقدر به من حال خوب دادن، حس و حال زیبا دادن که من از اون لحظه به بعد، یعنی از وقتی که عمرم به دنیا بوده، دیگه توی مغازم همیشه به بچه ها یا شکلات میدم یا بیسکویت میدم، با اینکه خیلی بچه ها یادم خیلی وقتا از من میترسیدم، خیلی وقتا تو شرایط ناجور بودم، باعث گریهشون حتی شدم. اما به خاطر چی؟ جناب موزون، من الان روز خیلی خوبمه که اینجا در خدمت شما هستم، روز خیلی خیلی خوبم. من 18 تا عمل جراحی کردم و آخرین عملم هم مربوط به قبل کرونا بود. آه، یعنی بچه ها از ظاهر چهره شما میترسیدن؟ من ظاهرم به شدت ناجور بود که حتی برادرزاده خودم از من میترسید. من ظاهر خیلی ناجوری داشتم و الان الحمدلله لطف خداست که انقدر الحمدلله به لطف خودش پیشرفت کردم، بهتر شد. خدا رو شکر. از اینا که بخواب بگذرم و دوتا خوشگلش رو گفتم، دوتا از کار کوچیک خیلی کوچیک گفتم، خیلی خوشگله، خیلی دوستش داشتم. حالا میخوام یه کار کوچولو در عالم بچگی بگم، عذاب نیست، اینم دوست داشتنیه، پر از شور و شوق. و اینا رو توی همون مسیر تونل نشون میدادن دیگه، ایستگاه به ایستگاه، هر قسمتی که میرفتی تو رو با یک اتفاقی از زندگیت آشنا میکرد، بعد برات بازش میکرد، به تصویر میکشید و مثل یک فیلم سینمایی سیر تا پیاز با پشت صحنه و عوامل پشت صحنه و هر کسی که دخیل بوده، حتی به خرید اون سپایه، اون دوربین، همه اینا رو برات باز میکردن، نشون میدادن. حالا اگه بخوام یکی از قسمت‌های دردناک و سخت تجربه‌ام رو هم بگم، یه پیرمرد بقالی سر کوچه ما بود که از ناحیه گردن معلول بود، یعنی گردن این بنده خدا همیشه اینجوری کج بود. شما چند ساله بودین؟ شاید 8 سال، شاید 9 سال. به قول معروف ممیز بودین، یعنی بعد خوب تشخیص میدادین. آره، اون پیرمرد الان به رحمت خدا رفته، امیدوارم که روحش قرین رحمت باشه. من چند بار به اتفاق دوستم از اون بقالی پفک برداشتم یا حالا به اصطلاح دزدیدم، هر دونه از اون پفک هایی که دزدیده بودم و میخوردم در عالم شیطنت بچگیام، وقتی از گلوم میرفت پایین، اگه بخوام تشبیه بکنم مثل این اونه که یه گلوی خیلی زیبا مثل دانه های انار رو شما در نظر بگیرید، هر سلولی با نظم و ترتیب، با زیبایی خاص، با اون قرمزی زیبای انار مرتب یه جایی هست، اینجا هست انگار که هر دونه از اون پفک هایی که وارد دهانم میشد و از این قسمت میخواست بره پایین، تمام اون نظم و انضباط رو به هم میزد، تمام اون زیبایی ها رو به هم میریخ، هر دونه انار متلاشی میشد و انگار اعضای این قسمت دیگه دوست نداشتن به کارشون ادامه بدن، دوست نداشتن اون دیسیپلین و نظمی که خداوند خلق کرده رو و وظیفه‌شون بود انجام بدن و همه‌شون حس فرار داشتن. یه جورایی، یا بخوام یه جور دیگه مثال بزنم براتون، تصور کنید هر دونه از این پفک‌ها که میرفت پایین، مثل این بود که شما اگه بدن منو تشبیه بکنید به یک کشتی خیلی بزرگ، یک کشتی خیلی بزرگ که یک موتورخونه خیلی مدرن و پیشرفته و امروزی داشته باشه، هر دونه از اون پفک‌ها که میرفت پایین یک حس چندش، یک حس حال به هم زدن، یک حس عقل زدن، یک حس فوق‌العاده حس فوق‌العاده چندش به وجود می اومد و انگار خودم با دستای خودم یک میلگرد، یک میله،
و هر چیز آشغالی داخل چرخ دنده اون کشتی میکردم و تمام ساختار اون کشتی از هم میپاشید، تمام موتورخونه کشتی رو انگار به هم میزدم و تمام نظم و انضباط و تمام سلولهای بدنم با خوردن یک پفکی که از اون راه وارد بدنم شده بود به هم میریخت. انقدر حس و حال خودم از خودم بد بود، انقدر از خودم متنفر بودم که دوست داشتم هزاران کیلومتر از اون واقع دور باشم و هرگز نبینمش. سوره آل عمران آیه ای هست که می‌فرماید و آنگاه که انسان همه کارهای نیک و بد خود را در محضر خود حاضر می‌بیند، آرزو می‌کند کاش از کارهای بد خود در فاصله بسیار دوری قرار می‌گرفت. در پایان همین آیه می‌فرماید که خداوند شما را از خودتان می ترساند و الا خداوند با بندگان رؤوف و مهربان است. خداوند در پی عذاب و کینه کشی نیست، خداوند شما را از خودتان می ترساند. و یحذرکم الله نفسه و الله رؤوف بالعباد. نفسی تازه کنیم و برگردیم. یه سوال خیلی بد و ناجور و چندش و حال به همزنی درون کل بدن من به وجود اومد که با دیدن اون تصاویر حالم از خودم به هم میخورد. تو همون حین ها بود که از اون مغازه‌دار هم چیزی رو مشاهده کردیم. اون مغازه‌دار رو من توی اون دنیا دیدم که از دنیا رفته بود. تو همین حین ها بود که با دیدن روح اون مغازه‌دار که از دنیا رفته بود، اونگاه که من اونجا وایساده بودم اونم جانان وایساده بود، هرچی حال بد داشتش دادم به من، تقریبا فرض کنید به فاصله 3 متری من فایستده بود روح اون مده خدا. به صلاح هر چی که اوصاف بد و گناه داشت رو همه رو میدادم به من و هر چی که تا حالا زیبایی به من داده بودن رو تقدیم اون میکرد. روند انقدر تکرار میشد، انقدر تکرار میشد تا چهره ناراحت اون پیرمرد تبدیل به یک چهره شاد بشه، تبدیل به یک چهره خندون بشه. تو همین حال هوا که بودم، غیر از خودم و روح درگذشته اون پیرمردی که جلوی من بود، چندین روح درگذشته دیگه می دیدم. هر کسی تو حال خودش بود، هیچ کسی به هیچ کسی کاری نداشته. هر وقتی من داشتم یکی یکی اینها رو نگاه می کردم، هممون یه جورایی جز یک نفر. جز یک نفرمون حال و هوامون بد بود، همه مشغول عذاب کشیدن بودیم. عذاب کشیدن این نه به عنوان آتیش، عذاب کشیدن از کارهای خودمون، عذاب کشیدن از جهنمی که خودمون برای خودمون تو اون دنیا ساختیم. سوالم خیلی بد بود، خیلی عذاب داشتم، خیلی درد تحمل میکردم. چند تا روح درگذشته دیگر رو میدیدم تو همین حال و هوا بودن، اونها هم درد میکشیدن جز یه نفر. او خیلی خوب بود حالش، خیلی شاد بود، خیلی خوشحال بود، انگار که هر چی زیبایی خداوند تو این دنیا برای ما خلق کرده رو
به توان میلیارد برسونین و اونجا تقدیم اون روحی که من اونجا دیدم بکنین. اینجوری هرچی ما حال و هوامون بدتر بود، هرچی ما دردمون بیشتر بود، عذابی که خودمون برای خودمون ساخته بودیم بیشتر میشد. اون آقا رو میدیدم خوشحال، شاد، لحظه به لحظه خندونتر و مسرورتر. تو همون حین از حیبت نورانی که همیشه کنار من بود پرسیدم اون چرا انقدر حالش خوبه. برام به تصویر کشیدن، برام به دست به تصویر کشیدن همون ایستگاه صلواتی که داشتم با دو چرخ ازش عبور می‌کردم. پسر همون پیرمردی بود که اونجا من روحش رو دیدم و اون پسر گفتم خیلی دست به خیره، خیلی خیرات میکنه برای پدرش، خیلی دلشاد میکنه با کوچه ترین چیزا، با یک ساندویچ، با یک هدیه کوچولو، خودکار، کاغذ، مداد رنگی میگیره میبره برای بچه های بی بزاعت، یه روز غذا میبره مناطق مختلف، یه روز جهازی جور میکنه برای خرس بی بزاعت، یه روز ایستگاه صلواتی میزنه و هر کسی هر چایی که توی اون ایستگاه صلواتی میخورد مثل این بود که زیبایی های کل دنیا رو به توان میلیاردها برابر انرژیشو تقدیم روح اون پیرمرد میکردن. تو همین حال و هوا که بودم نمیدونم چی شد تو من، نمیدونم در وجود من چه اتفاقی به وجود اومد که گفتم انگار داد زدم، نه به هیبت نورانی نه به شخصی دیگه، اما انگار داد میزدم برای خدا، نمیدونم برای کی، ولی انگار برای خود. همونجا بود که گفتم خدایا این عذابا رو از من بگیر، این دردا رو از من بگیر، من میخوام حالم مثل اون آقا خوب بشه. قول میدم، قول میدم هر سال بلد ایستگاه صلواتی بزنم. نمیدونم چی شد، ولی تا اون حرف رو زدم، تا اون فریاد کشیدم، تا اون عهد رو با خدا بستم، تمام دردهای من، تمام عذابهای من، تمام جهنمی که برای خودم درست کرده بودم انگار ازم گرفتم. یک آرامش خیلی خاص، یک آرامش خیلی ناب، یک حس فوق‌العاده، یک حس فوق‌العاده زیبا به من دادم. آروم شدم، دیگه هیچ درد و عذابی اونجا حس نمی کردم. هیبت نورانی دستش رو گذاشت انگار روی شونه من و گفتش که برو به قولی که دادی عمل کن. و تو همون لحظات بود که روح من دوباره از سینه برگشت به جسمم، دیگه هیچی از اون عالم ندیدم و فهمیدم که روحم به جسمم برگشته. هنوز به هوش بودم، کامل دور و برم رو میفهمیدم، میشنیدم، انگاری که هرچی خون تو حلقه من بود، انگاری هرچی سختی، درد، عذاب،
هرچی اون دردهای جسمی که حین تصادف بر من وارد شده بود انگار از من رفع شد و دیگه خیلی آروم بودم، خیلی آروم بودم. یه نفر از راننده‌های اورژانس هیچ امیدی به من نداشت، اون یه نفر دیگه میگفتش تو برو تدایم حیاتی دار. خیالم راحت بود از این که من هیچ کارم نمیشه، نمیدونم چرا، و فقط تنها قصه ای که داشتم این بود که پدر و مادرم منو توی این وضع نبینن. و بیمارستان امداد که رسیدیم فکر میکنم، بازم دقیق نمیدونم، چیزی دیگه یادم نمیاد، هیچی یادم نمیاد. پزشکا که حیاتی در این نمیدیدن، یعنی به وضوح تو اون پرونده بود که واقع در حیاته. و من وقتی رسیدم روی بدن بی جان این بچه به ما خبر دادن، هرچی التماس میکردم به پزشکا گفتن ما حیاتی درش نمیبینیم که کاری براش بکنیم. شاید جز چند ساعت بعدش که فکر میکنم به هوش اومدم، پدرم رو دیدم و دیگه کلن چند روز بیهوش شدم و دیگه هیچی یادم نمیاد، تا اینکه روز 15-16 به هوش اومدم و فهمیدم که تو بیمارستان. زیبایی هاشو فقط دوتا گفتم، اما زیبایی شاید صدها زیبایی دیدم که خیلی دوستشون دارم. چند ماهی که این تجربه‌مو به اشتراک گذاشتم. قبلش فقط یک جزئیاتی به پدرم گفته بودم، حتی به مادرم هم کامل نگفتم. من اهل شوخی و خنده و مهربونی هم، این اشک اگه اومد اشک از مهربونی خدا بود که فقط و فقط اشک شوق میتونمش. خیلی نمیتونم راحت این تجربیاتم رو به کسی بگم، اینجا گفتنش خیلی راحت تره، چون میدونم مخاطبانی که دارن این برنامه رو میبینن با درک این که خدایی هست و اون دنیایی هست دارن گوش میدن حرفای منو. جهنمی من اگر درک کردم اعمال و رفتاری بود که خودم برای خودم ساخته بودم. خدامون فوق‌العاده مهربونه، فوق‌العاده دوستمون داره. من مهربونی خدا رو خیلی درک کردم، خیلی درک کردم. از این اتفاقی که براتون افتاده ناراحتید؟ هرگز ناراحت نیستم، همیشه گفتم خوشحالم، خیلی خوشحالم. قد یه آدم شاید 40 ساله من رو پخته کرد، خیلی کسا رو به من معرفی کرد، خیلی باورها رو به من شناسوند و خیلی 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 دید من رو به زندگی و دنیا و خدا باز کرد. یه جمله بگم دوست دارم پخش بشه، این و اون، این که اهل جاذبه باشیم، دافعه به وجود نیاریم، حالا چه در صدا و سیما، چه در فضای مجازی و چه در هر جایی. خلاصه یه تجربه خودتون رو بخواید در یک جمله یا چند جمله خلاصه کنید و به یادگار، به دوستی، به خانوادتون، به کسی هدیه کنید، چی میگید؟ اگه عاشق خدا باشیم نه ناراحت میشیم، نه غمگین میشیم، نه افسرده میشیم. میدونیم که خدا بد ما رو هرگز نمیخواد، خودش هم بارها گفته. بعد از اون حادثه تا به امروز خطایی نداشتیم؟ چرا؟ سخت واقعا. شاید فکر کنم کسی که تجربه مرگ داشته خب دیگه آدم اوکی. نه، الان من مثل همون سابق یک جوونم، امروزی میگردم، شیطنتامو دارم، شوخیامو دارم، بازیامو دارم، تفریحامو دارم، اما یه سری ریزکاری هایی رو فهمیدم، درک کردم که حتی اگه خطایی هم ازم سر میزنه بلافاصله شبش که دارم میخوابم به دنبال جبران اون خطا میرم. اگر گفتگوی ما زمینه ای پیش نیاورد که شما حرفی در دل داشتید میخواستید بگید گفته بشه، بفرمایید، میشنوم. خیلی دوست دارم، خیلی دوست دارم، خیلی دوست دارم به عنوان یه جوون ما جوونا رو جذب خدا بکنم، نه از خدا دفع کنم. ما جوونا خیلی از خدا دور شدیم چون خدا رو خوب بهمون نشناسوندن. خیلی دوست دارم که بزرگان ما جاذبه به وجود بیارن و مثل آهنربا ما جوونا رو جذب خودشون کنن و دفع نکنن.